با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می کنم. امروز روز در واقع جمعه است و ششم از ماه اپریل سال 2012. معمولا با در این تاریخ ها اشتباه می کنیم، بعد دوستان ما رو تصحیح می کنم. در روزهای جمعه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم و بعد از عرض کنم که برداختن به بعض مسائل با دوست گرامی آقای عرسی حرف میزنیم. اجازه فرمایید که از حافظ تأسیس مرحوم استاد دکتر خانلری، پرویز ناتل خانلری، خدمت شما یک غزل بخوانم، بعد میپردازیم به دنباله مطالب. میفرماید: گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشه. راه بدهی در واقع قزوینی میگوید که کاری که یک وجهی از معقولیت در او هست، یعنی فرض بفرمایید یکی مبالغی سخن بگوید یا اندک حقیقتی در او باشه یا راه به جای ببرد، یک حقیقت میگن که سخنش هم راهی بدهی داره. این اصطلاحاتی که منسوخ شده، زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. شاه شوریده سران خون من بی سامان را، زن که در کم خردی از همه عالم بیشم. بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. در روزگار قدیم، امروز هم در هند هست، بعض خانوما یک در واقع دایره قرمز میسازن میفروشن، میچسبونن، یعنی خانم شوهر داره. حتما در روزگار قدیم خالی به یک جایی به طور مصنوع در واقع ایجاد میکردن. میفرماید: بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا، تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم. شعر خونبار من ای باد به دنیا رسان، که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم. من اگر باد خورم ورنه چه کارم با کس. حافظ راز خود و عارف رخت خیشم. در روزگار قدیم عرض اینا مأمورین داشتن، محتسب را میرفت و دنبالش هم چند تا غلام اینا داشت با یه شلاقی اینا، کسی اگه باده خورده بود همونجا میخوابندن و 80 ضربه میزدن مطابق شرع مقدس اسلام. حالا یه چیزی به شما بگم، در دیشب دوستی از کانادا به من گفتن آقا این مناظره آخوندها رو دیدید؟ رفتیم دیدیم آقا حکایتی مثل اینکه یک کانال وهابی باز شده است در انگلیس که اهل تسنن هستن، به نظرم وهابی می آمد. بعد شروع کرده است به ضعف ها فضایح شیعیان را گفتن. فضا در واقع فضیحت های شیعه را اهل تسنن 67-8 می دانستن. یکیش خمسه، یکیش متعصب، خیلی چیزا هست. همین وارد شدن علی ان ولی الله و توهین به عرض کنم دوستان رسول و اینها ایراده است که شیعه و شیعه هم هیچ جوابی نداشته بده. بعد واقعا خجالت آوره. من خونده بودیم در تاریخ، شنیده بودیم که وقتی مغول ها آمدن به ایران، اینها خب مذهب رسمی نداشتن. بعد که ماندن رفته رفته مردم ایران گفتن آقا چه دینی دارن؟ گفت اینا مسلمان هستن. گفت که اسلام چی هست؟ اینا گفتن بله چنین دینی بوده. حالا دو شعبه مهمش هست، یکی سنی ها و شیعه. خب اینا بیارید در حضور ما اینا بحث کنن ببینیم که حقانیت کدام بیشتر هست. اینا خان می نشست و اینا آخوندهای سنی یک طرف، آخوندهای شیعه یک طرف، اینا با هم مناظره می کردن. بعد خان گوش می کرد، به ترجمه می شد. حالا شاید هم تا اون روزگار فارسی هم یاد گرفته بود. بعض اوقات اینا اینقدر بی آبرویی می کردن که دستور می داد با چوب و چماغ اینا رو می ریختن بیرون. آقا من همون دین خودم بهتره، شما یه آدم های بی عقلی هستید، به هم توهین می کنید. این آخوند سنی یا آخوند شیعه هم روی خط بود، مرتب سر صدا می کرد. سر متعه بود، سخن سر متعه، یعنی همون صیغه. این آخوند سنی میگفت که در جامعه ای که در واقع متعه
حلال باشه رایج باشه، اینا همه بلد الزنا هستن. میگم الحمدلله شما هم که بلد الزنا هستید، زنازاده هستید. خب برادر بله استغفر الله، بله الحمدلله شما هم که زنا. اون آخوند شیعه هم عصبانی میشد، میگفت که زنازاده خودتی، پدرت، قبیلته، زنانه فاو زنان. میگم خب برادر، برادر الله استغفر الله، الله اکبر برادر. خب بفرمایید ببینیم که چیه داستان، که کجا خیلی کجاست پیغمبر مطع گفته در قرآن اینا. اونم شروع میگن لاتائل گفتن، چون در دست شیعه جز دروغ هیچ نیست. از کردم آخوند شیعه جز دروغ و در واقع اختراع در کار دین چیزی ندارن. دین واقعی اصلی اسلام دست اهل تسننه، اونا هستن وارثین سنت رسول و اینا. شیعه یک نوع دیوانگی به هر صورت به سیم آخر زدن رافضی. میگو برادر رافضی الحمدلله شما زنازادن که هستیم، خب خدا را شکر الحمدلله اینا. بعد آخوندهای شیعه در ایران دیدن که آقا بس خیلی ناجوره، اینا خیلی پرزورن، یک قزوینی آوردن اونجا، میگن استاد قزوینی، من نمیشناسم، یه آخوندیست میاد و میگوید که ما بایستی با ادب باشیم و توهین نکنیم. بعد دو دقیقه نگذشته میگه آقا شما شرف ندارین، بی شرفا فلان. نگاه کنید ببینید داستان عجیبی است در این قرن 21 همون قصه. و اینها چه جنایاتی در حق هم میکردن. چند بار شهرهای بزرگ ایران رو این آخوند داستان شیعه و سنی سوزانیدن، بغداد را آتش کشیدن، نیشابور. وقتی دشمن خارجی هم حمله میکرد یکی از اینا خیانت میکرد، جلو جلو میرفت پیش خان مغول، میگفت ما مثلا شیعه هستیم، اینا بیشتر سنی هن، ما دروازه رو باز میکنیم به شرط که شما اینا رو بکشین. و برعکس، در واقع این دین نه تنها مردم رو متفق و متحد نکرد که دیوارهای فساد و نفاق رو اونچنان بر میان مردم برکشید که انسانیت هم از میان رفت. اون فتوت ذاتی انسان اینا از میان رفتن، دوستی همسایه، دوستی انسان که به طور طبیعی هر آدمی حس میکنه، اینها رو با کینه و نفرت. من مطمئنم این آخوند سنی رو دفع اونا شیعه میدادن پوستش زنده زنده میکرد. و برعکس و برعکس، اینا گمراهی ها و جهل های مرکب هست که در قرن 21 یکی با نفرت با یکی صحبت کنه چون اون سنیه، یا سنی با نفرت بکنه اون شیعه است. و بیشتر این آدم هایی که در عراق کشته شدن بر اثر همین تعصبات شیعه و سنی بود و هست، هنوز هم بمب میگذارن. چند روز پیش در کربلا بمب گذاشتن، شیعه بدبخت بیچاره رو تیکه تیکه کردن اهل تسنن. و این در واقع تعصب و فساد، واقعا فساد واقعی این چیزاست. اینا خیال میکنن که شراب خوردن فساده، نه، تعصب بزرگترین مفاسده. نگاه کنید جالبه، انقدر اینها فرومایه هستن هر دو سو که آدم باورش نمیشه. اون یکی میگفت که بله این دختر ابوبکر مطعمی داد، یعنی در حال توهین میگفت. خب آخوند یادش رفت بره گفت اگه این چیز توهین آمیزه است پس چرا تو طرفداری میکنی؟ گفت آقا این دختر ابوبکر یکیش عایشه ام المؤمنین بود علیها السلام، دیگری هم که زن زبیر بود. چه کسی مطعمی داد که تو میگویی؟ اسماء، اسماء زن بزرگی بود، واقعا هم عایشه زن بزرگی بود هم اسماء، اینا دختران ابوبکر بودند که از شهرت تمام برخوردار هستند. داستانشو بخوانید واقعا گریه میکنید. بزرگی اسماء، پدر عبد، در واقع مادر عبدالله ابن زبیر در موضوع جنگ حجاج، اینها خوندنی است. خلاصه اینم یک داستان عجیبی بود که ما شنیدیم. خدمتتون عرض میکنم که این آقای ثابتی، این مرد محترم ساباکی قدیم، اینها مطالبی گفته، بعض قضایاش درسته، بعض مطالبش راجع به تشکیلات حزبی گروه های مختلف درست، اما اظهار نظرهاش همه دروغه. یعنی همش مالکشی است بر جنایاتی که یا ایشون مرتکب شده یا دستگاهی که براش کار میکردن مرتکب شده. و هنوز ایشون در دهه نهم زندگیشه دیگه، بایستی کم کم عرض میکنن که دعوت حق رو لبک بگن ایشون مثل بقیه همه ما. این است که جای در واقع نرم سخن گفتن و از موضع انسانی سخن گفتن و یک استغفاری استغفار کردن بابت اینکه آزادی خواهان رو سرکوب میکردن و زبانها رو بسته بودن و قلمها رو شکسته بودن و معترضین رو میکشتن، بم میانداختن در خانه ها. این اواخر از ترسشون یه خانه تیمیر محاصره میکردن با نارنجک و بمب و اینها، همون خانه رو بسرشون خراب میکردن. وقتی جنگ تنگ در گرفت
اینها شاهدان عینی، چون 50 تن از دوستان من در این کمیته ضد خرابکاری کار میکردن، اینها صحبت ها من شنیدم توسط مستقیم یا مع الواسطه که اینها چه میکردن، یکی شکروی بود، یکیشون جوادی بود، که بعد بسیار از اینا هم اعدام شدن واسه جنایاتی که کرده بودن. اینا خانه تیمی رو میگرفتن اطرافش رو و بعد شروع میکردن با بازوکا و اینها در این منزل زدن، نارنجک از این سوراخ بخاری انداختن و کشتن. در این توضیحاتی که داده هست عرض میشود که چند دروغ عجیب ایشون رو من اینجا برس. اولا که در مورد بندم یک لطف این مرد محترم آقای ثابتی عزیز گفت، میخوام خدمتتون عرض کنم که شما اندر این گفتگوی پلید تغافل نمودید و آلت شدید. شما بعد از این همه تجربه و ساباکی بازی و عرض میکنم جاسوسگری و مهارت ها و اینا، یکی شما رو سر کار گذاشت و در واقع مقاصد دیگری در کنار قضیه بوده که حالا چون شهرت داره، شهرت بد نه شهرت خوب، حالا شاید به شاید بعضی حرفا هم قاطی این حرفا در زیرنویس ها و اینها چیز که من بسیار بدم آمده است از پانویس های این مرد باش صحبت کردم. این موضع کاملا ضد ملی است که البته ایشون یک توجیهی میکرد که بعد من نپسندیدم، ابتدا قانع شدم بعد وقتی خوب نگاه کردم نه نپسندیدم. آزادی بیان عرض میکنم که معنیش اتهام زدن و توهین کردن اینها نیست. نقل قولم که ما میخوایم بیاوریم باید یک تعادلی برقرار کنیم، وزن آدم هایی که قولی از اونها مانده بسنجیم. ما اگه بخوایم در باب چرچیل اظهار نظر کنیم که نمی‌رویم مثلا یه باربری رو در بندر عباس پیدا کنیم راجع به چیز چه بعد اونجا ضبط کنیم که فرض فرمایید که الان باربرا محترمن، من چیز نمی‌کنم، مثلا گفتم یه کسی که مثلا کارش پمپ بنزین، میگیم آقا راجع به چرچیل چی فکر می‌کنی؟ نه، ما می‌ریم معاصرینش نگاه می‌کنیم، بزرگان، کسانی که درست می‌شناختن و اونقدر در واقع خرد داشتن که چرچیل رو بشناسن، چون آدم ساده که نمیتواند یک آدم بزرگی رو به نفعی که باید بشناسه، چون در اون مرحله نیست، کارش این نبوده. باری یک اتفاق در ایران افتاد، من تبریز بودم اون زمان، هر شبت که گفتن که 8 نفر یا 9 نفر میخواستن که ولیعهد رو بدزدن و سر و صدا و اینها و یه آدمی را مرده بودن لحجه نمیدن و قدر جونی اصفهانی داشت، میگفت این دراکولا های وطنی افتاده بود به غلط کردم و فلان چیز خوردم و شکر خوردم، به بقیه دوستاش میگفت این دراکولا های و من یادم نمیره سخنی آقا رو گفت دراکولا های وطنی فلانی حرف ها، اینا گفتن غلط کردیم اینا باشن شکر. هیچ کارم بودن اینا، هیچ کاره بودن، اصلا اهل این کار نبودن، آورده بودن و سر و صدا و در تلویزیون. بعد یک میزی نشون دادن، یک هفته روی میز بود، یکی دوتا نبودا، یک دانه بیر دانه. من یادم اون تصویر اون مستطیل چیز صحبت سر سال 1972-73 یک هفتیری بود، از این هفتیرهای بعدم بود که اینا همه میخواستن با این هفتیر برن ولی حتی آخه عقلم خوب چیزیست آقا، یه 9 نفر اگه بخوان متفق و متحد بشن، 9 تا چریک بخوام برن کار به این بزرگی انجام بدن که ولیعهد کشوری رو سرقت کنن از دربار یا ضمن مسافرت یا در یک جایی، آقا این تهیه مقدماتش یه هفتیر شکسته نیست که از کردستانی هفتیر زنگ زده بگیری بیاری بگیری بخوام چیز کنم. حداقل 7 تا اسلحه خوب، احتمالاً چند تا مسلسل، نارنجک، جلیقه های اونچنانی، دینامیت، قرص های سیانور، اینا یه هفتیر شکسته گشتم. خب گفتیم هفتیر شکسته، من نگفتم هفتیر چوبی. خیلی خیلی بعید میدانم، چون نمیدانم چند سال پیش راجع به قضیه بود، یه هفتیر بود، من گفتم هفتیر شکسته. در همین برنامه سرزنگ بودم آقا یه هفتیر شکسته رو آورده بودن و 9 نفر رو گفتن اینا ما این میخواستن علازر بدوزن. حالا خودشون هم اعتراف کرده که یه هفتیر بوده، میگه یه نفر رفت در کردستان یه هفتیر تهیه. ما گفتیم هفتیر شکسته، نگفتیم هفتیر چوبی، اصلا هفتیر چوبی از اصطلاحات من نیست، معمولا میگم هفتیر شکسته برای تحقیرمون اسلحه. گفتن که فلانی گفته است که یک هفتیر چوبی فلان، یک مرتبه فیوزای آقای ثابتی به هم ریخته بود. آقا مرد حسابی شما این سنی داری، یک کمی فکر کن، آقا من که اینجا هستم، برنامه‌ام که هست. قاطی کرده ایشون، فرمایشی که فرموده است این است که ایشون یعنی من یا خمار بودم یا نشم.
حالا ما بریم بزرگترین عرض کنم که نعشه‌های تاریخی در مملکت ما بودن که قربونتون برن که رؤسای شما بودن که بزرگترینشون که در کاخ می‌نشست مشهور داستان بساط منقلش که همه می‌دونن که بابا در سفرشون هم یه صندوق سرتیپ سیاپوش بهشون داد 278 لون تریاک تاریخش هست اونا بودن. و بعد گفته است که فلانی به او یعنی به من ماهی 4000 دلار میده که برنامهش پرشور بشه. عزیز من آخه با پول که چیزی شور پیدا نمی کنه. اگر شوری شما در این برنامه ببینین از برکت حافظ و فردوسی است و سعدی است، با پول نمیشه باز شور ایجاد کرد. این مطلب بعد بعدش هم دروغ فرمودید، اشتباه کردید. اون دوست محترمی که شما نام بردید زنده است، گفتید ماهی 4000 دلار بهشون میده. دست از اتهام بردارید. آقا گذشته شما دیگه ساباکی نیستی بابا، شما یه شهروندی هستی، بازنشسته نشستی، اینطوری بهتون واسه کنم که از بیم جانت یه جای پنهان شدی، حداقل فضیلتش شرافت رو فراموش نکن مرد حسابی. این دوست عزیز برای رکورد میگم، چون گفتی میگم. این دوست عزیز که شما نابودی از شخصیت‌های ملی است، اگه گیر شما هم میافتاد یا میکشیدش یا خفش میکردید یا اینکه حداقل 20 سال زندانش میکرد. این دوست عزیز رو من فزون بر 8-9 ساله که ندیدم و قریب 10-11 سال پیش که تازه برنامه سرزمین جاوید عرض کنم که نامگذاری شده بود و به طور مستقل برنامه بود، بعد به من گفتن که این دوست عزیز مبلغ 500 دلار نه 4000 دلار هر ماه، فقط یک بار 500 دلار ایشون به برنامه به دفتر سرزمین جاوید پرستاده بودن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ایشون از منم هستم، چیزی به ما نمیچسبه. حتی کی میکند به چیز به خاندان سلطنت. عزیزم شما یه بیاید یک شما یک برنامه شما که اساسا درش برش مصداق پیدا کند حتی کی. آقا ما نقد کردیم و میکنیم، حتی کی نکرد، حتی کی شما میکردید، حتک میکردید، حتک آبرو، حیثیت، شرافت مردم، شرافت مملکت شما میکردید، کار ما نیست. و بعد توصیه کرده است که یه جوری برین آبرو اینو ببرید. میخوام به شما بگم که قبل از شما دوستان شما و دوستان آخوندمون 30 ساله دارن سعی میکنن یه چیزی پیدا کنن، چیز پیدا نمیشه. آقا ما همینیم که هستیم. پشت دادید، اتهام زدید، اما نچسبید. عزیزان مردم خادمان خود رو میشناسن و به خوبی هر کسی به صفحه تلویزیون نگاه کند، اون بهره هوشی برای مردم هر آدمی هست که بعد از 3 دقیقه بفهمد آقا این راستگو یا دروغگو، چیزی بهش میچسب یا نمیچسب. پرونده من همین است که هستم خدمت شما، این پرونده است. ببین آقا اون فلان چیز اتهامی که ما در آوردیم دوستان اونا رو ببین بگین آبرو. آقا این آبروی ما قرار بود بره، بعد حالا خیلی سال رفته بود. یه دوست محترمی در حدود 16 سال پیش من گفت مشیری این انتقاداتی که از استبداد ثابت بکنی مهره سوخته میشی ها، میزنم کنارا. گفتم عزیزم مهره سوخته کشه میشه که بکنه مهره هست، من دنبالی حرفا نیستم، که من میخوام حرفایی بزنم که کسی نزده و همه زبونا رو کشیدن، پنداری که هیچ اشتباهی خطایی هیچی نبوده از ترس و برای طمع به شب سر سفره این و اون. من تنها کس بودم که پرچم ایده های مرحوم دکتر مصدق رو نگه داشتم در این شهر، تنها کس بودم. حالا بعد بقیه دوستانم البته خب هستن، زحمتم بسیار کشیدم، اما فکر میکنم در خط اول بنده بودم و هستم. اینا چه چیزی شما میگویی؟ او شعری هم که خوندم اقتباس از در واقع با اجازه هادی گرامی، این رجل بزرگ ملی، تن سرداز بزرگ هادی خوسندی، از زبان فردوسی این چیزی ساخته بود. بعد میگوید که ما هم در این انقلاب عظیم تغافل نمودیم و آلت شدیم، این آلت دست شدیم. حالا من یکم این تغییرش دادم به آقای ثابتی، میگم شما هم در این گفتگوی پلید تغافل نمودید و آلت شدید، برید نگاه کنید ببینید چگونه آلت شدید. بعد بقیه مطالب 8-9 نفر که بیژن جزنی جز اونها بود، اینها را از زندان آوردن تو تپه ها.
بستن به مسلسل. ازشون سوال شد خب عزیز من راستشو بگو، اقلا راست بگو. میگوید که اول اینکه ما چیزهای تشکیلات ما چنین نبود، ما مرزبندی داشتیم تا فلانجا، مثلا حد ثبات بود، بقیش در اختیار مثلا ارتش بود یا حالا هرچه بود، کار ما نبود. خیلی خوب، چگونه کشته شدن؟ میگوید که تا تصور بفرمایید اینا عوام فریبیه، چون آدم یک ذره آشنا باشه با امور بدوند که چگونه رفتار با زندانی میشد، زندانی چگونه حمل و نقل میشد. دستبندهای ساخت اسمیت اند وسون که با اون ریولوراش میمد ایران و نیروها انتظامی شدن، چگونه دستبندی بود؟ در تاریخ انسان کسی اونا رو نبریده. میگوید که این نه نفر رو، اینا رو در واقع اولین کسی که این کار رو کرد هیتلر بوده. در فیلم فرار بزرگ شما چند بار دیدید، کسانی که سن من هستن، این فیلم های خوب اون روزگار بود، یه عده تونل زدن افسار انگلیسی و گریختن. بعضی اسکیت کردن در یک مشاوره که هیتلر بود است و گورینگ و اینها، کسی که اسنادش هست، گفته است اینا رو تیربارون کنید قبل از که برید زندان تا عبرت سایرین بشه و هیچ افسری از این POW زندانی جنگی هوس فرار نکنن. اینا رو میگن که مسلسلی گذاشته بودن در یک کامیون و ایستادن کنار تپه، گفتن پیاده شین یه خورده هوا بخورین. اینا بیشتر پیاده شون یک مرتبه دیدن که یه اس اس نشست پشت این مسلسل و همه رو کشتن. این بچه‌ها ایران هم بدین وجه کشتن. و حالا توجیهشان این است که اینها، حالا از اونجا که اینا رو کشتن، محل دقیق من فکر نمی کنم بیشتر از 15 دقیقه رانندگی باشه، فرض کنید 20 دقیقه، نیم ساعت. میگوید که دستبندها رو باز کرده بودن. حالا دستبندها رو چگونه باز کرده بودن؟ آقا ما از همون نوع دستبند میزنیم به دست شما، هر چه سوهون و اره و اینا میدم در اختیار شما، ببینم شما میتونید دستبند رو ببرید. زندانی که چشماشو میبستن از پشت اون دستبندها رو میزدن و میتپانیدن در این کامیون ها. پشتش هم عرض کنم که مامورین مسلح نشستن. چگونه دستبندها رو بریدن؟ با چه چیزی؟ ابزارش رو شما دیدی؟ میسر چنین چیزی؟ آدم دستبسته اینجوری میتونه دستبندش رو با چه ببره؟ از کجا آورده بود؟ فلز اون دستبندها رو من دیدید؟ نه، در واقع مثل تیغه های فلزی زخیم بود. هشت زندانی دستبندهاشون رو به فاصله شاید در 12-15 دقیقه همه بریدن، آماده کارزار شد. به من به مامورین اسلحه‌اش کجا بود؟ اسلحه از کجا آورده بود؟ یک مامورم تیر خورد. این جنایات پاک شدنی نیست که. مگه کسی از شما باور میکنه که اینا دستبندهاشون رو بریده بودن؟ مگه چنین چیزی میسره؟ اسلحه از کجا آورده بودن؟ شما که این بیچاره رو بازرسی بدنی میکردید تا نمیدونم فیها خالدون رو بررسی میکردید، بعد دستاش هم میبست چشمش هم بیادش توی کامیون دیگه. افتیرش هم کجا آورده بود؟ مسلسل کجا آورده بود که به مأمور تیر اندازی کنه؟ عقل باور میکنه چنین چیزی؟ مگر کسی که عقلش رو اجاره داده باشه این حرفا رو بپذیره. آقا کشتیم، ما نبودیم، ما ساواکی ها مسئولیت اون کارو نبود، ولی دستور بود که بکشن اینا رو و کشتن. این شرافتش بیشتره، فرقی که نمی کنه که، بدتر می کنه. یعنی بر اون جنایت یک دروغ بزرگ افزوده میشه، در پروندهش می ماند. یکی هم در موضوع این که بادیگارد خانم ایشون برای کشته بود، شارل دور جردن، من که هرگز این جاها نبودم با عمرم، ببینم چی. حالا ما چند روایت شنیدیم، یکی این که قرق میکنن اون بادیگارد قاتل دم در ایستاده بوده و قرق میکنه که کسی وارد نشه. ما شنیدیم یک دامادی که شب عروسیش بوده، بیچاره بد عاقبت، یک جفت کفش خریده بوده. اینا روایت من شنیدم، سندی ندارم خدمت شما ارائه بکنم. وارد میشه اون آقا، اون گردن کلوف، میگه که نه نمیتونی بری، بس بشین آقا، هفته میشه تق میکشه. روایت دیگر این هست که داخل بوده. خب مثل که یه خانم هم شاهد عینی بودن که آمدن در برنامه آقای فروزنده زنگ زدن که آقا من اونجا بودم، سر و صدا شد، اختلاف شد، این آقا هفتیرش کشید زد آقا رو کشت.
توضیح ثابتی اینه که تیر هوایی زد خورد به سقف، کمونه کرد این آقا رو کشت. اینا رو باسی برای بچه های نمیدونم دو سه ساله باور نمی کنن. گلوله هایی که نیروهای مسلح داشتن، گلوله هایی بود کاپر جکت. کاپر جکت یعنی چی؟ یعنی یک دو میلیمتر سربه، در واقع مثل در اون سربه، گلوله بسیار سختیه. برای اینکه این کمانه بکنند اون گلوله سخت، بایستی سخت یا فولادی باشه یا یه جنس خیلی خیلی سختی مثل سنگ چیزی، وگرنه از به چوب و این داستانه پلاستیک اینا مثل برق ازش رد میشد. چگونه کمانه کرد؟ اگر که دو نفر نزدیک هم بیستاده باشن، این آقا هفتی رو بالا گرفته باشه و شلی کرده باشه، چگونه کمانه میگرد میخورد دوباره تو سر او؟ بعد ایشون زندون شد و زمان انقلاب. کدوم پرونده در کجا محاکمه شد؟ هیچی نشد، کشت و رفت منزل خوابید به خیال راحت. محاکمه شد و زندانی شد. با یه ملتی آقا شما یه نام بدی داری، مشهور هستی به دلیل بد. سخنی هم که میگیم برام توجه میکنم میخندن. یک بخشای راجع به حمید اشرف هست که حقیقتا اسطوره بوده این آدم حمید اشرف. یعنی آدمای ایرانی پیدا شده بودن که جانشون رو بر کف دست و خیابان تهران دست و مسلسل. و یک ذره در تمام سخنان این مرد محترم، سخنی که آزادی یک ضرورتی است برای مردم، دیده نمیشه مطلق. مثل بقیه رجال سابق که من دیدم، حالا تو مهمانی اینجا خب سنام رفته بالا، لحنم تغییر کرده، همیشه شما میشنوید که من به اعلیحضرت خمینی گفتم این پدر سوخته آخونده گوش به حرف من نکردم. صد بار من اینو شنیدم، شخصا رفتم پیش اعلیحضرت خمینی گفتم آقا موضوع خونه پدر سوخته باشه بله حرف من. از این حرف ما زیاد شنیدید. من نمیگم ایشون گزارش نمی کرده وضعیت و اینها رو، حتما هم که مردود بوده، چون آدم خیلی باهوشی بوده، میفهمیده که اوضاع خرابتر از اونه که دربار خیال میکنه. گزارش ها میدادم چنین و چنان و بعد هم ما رو اخراج کردن. قبول میکنم درسته یکی هم کسی ارزه داشت در هر عرض میکنم لولی که بود، اگه یک کمی اظهار عقیده و ابراز وجود میکرد میداختنش بیرون. هم میگوید هویدا خیلی با شرف بود. آقا شرف یعنی چی؟ باید شرف رو برای ما معنی کنیم ببینیم. آقا 13 سال این آقا هویدا رو عرض میکنم، روز اولی که میره پیش شاه که خود زدش کنم، میگه من آمان چیزی بلد نیستم. ایشون میفرمان من به تو یاد میدم پسرم، بیا بیا جلو عمو، عمو بهت یاد میده. 13 سال یعنی شما صدارت ابوالقاسم فراهانی رو، قائم مقام بزرگ رو، با میرزا طی‌خان امیرکبیر، با دکتر مصدق و قوام سلطنه رو هم بذاری اندازه هویدا نمیشه. این آقا مشروعیت به استبداد داد. یک روز نرفت بگه آقا این مملکت ما قانون اساسی داره، تکلیفش چی شد؟ این قانون اساسی چی شد؟ این چه تقلبی است در این مملکت جریان داره؟ با شرف بودی؟ شاید در سطح شخصی آدم خوبی بوده، اما این که موضع شخصی نداشت که، این که نمیدونم حاج حسن بزاز نبود که بگیم آدم خوبی بود، به همسایه‌اش سلام میکرد، نمیدونم چای شیرینی میداد. این بزرگترین شغل اجرایی مملکت رو گرفته، این خیالش نبوده که کتک فوش هم میخورد و جایی نمیرفت. یک ذره غیرت در وجود این نیست. الان میگه من تعجب میکنم زاهدی اومده اینو فوش زن و بچه داده به من. میگه در پاکستان رفته بودیم در رکاب اعلیحضرت، اونجا هویدا هم بود، زاهدی میگیره. حالا زاهدی چرا فوش زن و بچه میداد؟ به دستور شاه میده که این روز زیاد نشه، فکر نکنه واقعا نخست وزیر. مگه زاهدی جرأت میگه به نخست وزیر مملکت فوش ناموسی بده؟ یا مادر شهبانو نوشته است که ما نشستیم در نمیدونم پارتی دربار، زاهدی آمده، من که روم نمیشه بگم چی به این گفته. این آدم با شرفی بود؟
چون با شما دوست بود شرف داره، بنابراین هر کی با شما دوست باشه شرف داره، هر کی با شما دوست نباشه شرف نداره. شما مرکز دایره وجود هستین و معیار اخلاق جهان دست شماست. با شرف این بود که آقا حداقل میره فرانسه فرار میکنه، میگه ایها الناس آزادی نیست، قانون در مملکت نیست، قانون اساسی مردم زیر پا رفته، حقوق مردم رو دزدیدن، حق مالکیت رو از این مملکت سلب کردن، حق حکومت رو از مملکت دزدیدن، به خودشون بستن. اون موقع میگفتیم آدم با شرفی، مثل قوام سلطنه، قوام سلطنه با شرف بود، بله، اصلا قابل نبود. ما بگیم شرف هم داشت، اصلا قابل هیچی نبود. یک روز نره بگه آقا اعلی حضرت این مملکت یه قانونی داشته به نام قانون اساسی، در قانون اساسی احزاب داشته، آقا احزاب تشکیلات آزادی بیان منظور بوده، حقوق ملت در اون قانون منظور بوده، چی شد این قانون اساسی؟ یک بارم نگو. شبا دراز میکشید، خانم هایدرم خبر میکرد و رفقای جوانش هم میچید دورش و چپق میکشید، خیلی با شرف بود. شرف چی؟ شرف چه معنی داره آقا؟ نخست وزیر مملکت وظیفه‌اش چیست؟ رئیس نمیدونم قوه مجریه مملکت، نمیدونم مطابق قانون. خیلی با شرف بود، چون با شما دوست بود. چیزای عجیبی هست واقعا در این گفته ها، من تعجب میکنم. یکی از ضعیف‌ترین چیزهایی که من دیدم همین تحریر بوده واقعا. حالا به من زیاد زنگ زدن که آقا این نویسندهش مأمور جمهوری اسلامی و از اینجور حرفا، با خودش در میون گذاشتم. در واقع این چه صداییه؟ ما رفتیم بر شرکت کتاب، منتظر بودیم که دوست عزیزمون آقای دکتر منظوری رو ببینیم که از جلاس اومده بوده. یه دوستی داشتم بیمار بود، آمده بودن دیدن عیادت، ما هم رفتیم که ایشونو ببینیم اونجا. ما منتظر بودم در شرکت کتاب، وعده گذاشتیم اونجا. بعد با خلیلی صحبت کردیم، خلیل دوست من، خیلی مرد خوب اینا، گفت که این نویسنده کتاب رو شما میشناسین؟ گفتم والا من نمیشناسم، نمیدونم. گفت با شما عکسم داره. رفتیم دیدیم یه عکسی راست میگه هست، ولی من اصلا یادم نیست. خب ما نمیدونم چند صد جا ما رفتیم حرف زدیم، چند صد، چند ده هزار عکس گرفتیم با مردم. اولین کاری که میکنم مثلا یه عکس بگیرین. خب بگیر. دیدم ما با ایشون با هم عکس داریم. بعد خودشون هم اینجا هستن. گفتم خب بذاریم ببینیم ایشون هم خدمتشون برسیم. اونا گفتن که ما این عکس رو در ایرواین در سال فلان شما اونجا سخن میگفتید، ما اونجا عکس گرفتیم. حالا از این حرفا گذشته. خب به من میگن که شما مأمور جمهوری اسلامی هستی، اما من نیستم. اینا هم اتهامات هست. منم هیچ دلیلی ندارم که حرف ایشون رو قبول نکنم. شما به هر کسی میتونیم یه اتهامی بزنیم. آقا این مأمور جمهوری اسلامی است، آقا اون نماینده فلان است، این آدم. نه، اینا درست نیست. این حرفا درست نیست. ما تو ندانیم واقعا به درستی، که یک چیزی نبینیم که این ادعا رو به اثبات برسونن، حق نداریم توهین بزنیم. بعد من زیرنویس‌ها رو خوندم و اینا، دیدم که یک خطی، چگونه عرض کنم، مثلا من اینجا در باب قضاوت بین قوام سلطنه و مرحوم دکتر مصدق اینجا سخنها گفته شده است. اینها من خیلی تعجب کردم که حالا قوام سلطنه مرد بزرگی بود، من هیچ تردیدی ندارم در بزرگی قوام، و ما بارها اینجا در مقابل تعجب بعضی هموطنان ما از بزرگی قوام، از سیاست و بسیجت او، از جهانبینی قوام، اینها اون دو نامه مشهورش، بسیار مشهورش، که قریب 20 و چند سال پیش از انقلاب نوشته است به دربار که آقا حقوق مردم رو نگیرید، یه حق انحلال مجلسین رو به خودتون میدید، یعنی که شما خون هزاران هزار شهید راه آزادی رو زیر پا گذاشتید. پدر شما هم جرأت نکرد این کارو بکنه، محمد علی میرزا هم جرأت نکند که این کارو بکنید، که یک روزی شما دوچار خشم ملت میشوید
که در اون روز سرنیزه و ساواکی و پوتینی و اینا به درتون نخواهد خورد. ساواکیش نمیدونم گفت یا نه. و ملت شما رو بیرون میکنه و کل سیستم با هم سقوط میکنه و از دورنمای وحشت زاغوی اون صحنه تن من امروز میلرزه. نکنید این کارو. در واقع بعد اینا آمدن و عرض شد که مقایسه کردن. تنها چیزی که فراموش کردن بگن این است که قوام السلطنه خیش مصدق بود. اینا با هم خونخیش بودن و یکی هم مطلب مصدق السلطنه است. آقا این مصدق السلطنه که بد نیست که اولی کسی که حرفه امینی بود. امینی مبتنی بر فرهنگ خانوادگیش چون او هم قاجاری بود. بابا اینا هم خونخیش بودن با قوام السلطنه. گفت مصدق السلطنه. بقیه حالا فکر میکنه مصدقه فوشه مثلا. و یه چیزی میخوام خدمتتون بگم، اینا که این حرفا رو میزنن فراموش میکنن قوام مرد بزرگی بود، وسوق هم مرد بزرگی بود. خطای بزرگ وسوق همون گرفتن اون وجوهی بود که فروختن. من تعجب میکنم این مرد حکیم، این مرد بزرگ که تقی‌زاده میگوید وقتی مشروطه شد مرد حکیم و مرد بزرگ وسوق الدوله بود، اما این احمد جوان بود و نویسنده بود. خطش رو هم که دیدید یکی از زیباترین نسل علیقاری که من دیدم نسل علیق خط مرحوم قوام. میگه که ما آوردیم و ایشان رو منشی سردار اسد کردیم و بعد او بزرگ شد اینا. اما قوام یک تکنیشن بود در کار سیاست، ایدئال های بزرگ ویژنری نبود. علت این که این همه فحش و فضیحت و توهین در زمان استبداد سابق به دکتر مصدق کردن و ملیون، بعد آخوندها این مشعل رو از استبداد سابق گرفت و هرچه توانستند برای تضعیف ملیون و تخریب چهره این مرد کردن. روز به روزم محبوبیت چرا اینجور شده است بس؟ چرا اثر نمی کنه این توهین ها؟ حالا جدیدن در بودن که خلوچل دیوانه بوده، خائنم بوده فراماسونی بوده. در حالی که خود دولت مأمور کردن او اسماعیل رایون رو که داستان پرو همه پروندار دادن که ما ندیدیم. خب اخیرا لابد گذشته میشه پیش بینی کرد. لابد آمال بزرگ قوام نداشت اون طوری که آمال ملی رو نمایندگی بکنه. چگونه است که این همه شما فحاشی میکنید و برچسب؟ یکی هم از گفته این ولد و زناست و گفته حرامزاده است، یکی رفته نمیدونم مثل که از سکت خانواده هم خبر دارن اینا، یکی آمده گفته است که نمیدونم این خول چل دیوانه بود، عوام فریب بود، پوپولیست بود، از این چیزای لاتائل. اینا هیچ کنون به درد نمیخورد. نتوانستن دو رژیم با صرف بودجه و قلم به مزدان بتوانن چهره مرد بزرگ رو مفتوش کنن. میسر نیست. گوهر بزرگی به فضل و به هنر گشت بزرگ، اگه نشته با نخونده باشم، نشود خورد به بد گفتن بهمان و فلان. حالا هی بگوی اون چه اخلاقیات ایرانی بود و ایرانیت ما میشناسیم و ایدئال های ایرانی در این قرن میگذشته، این مرد یک جلوه ای از همه این چیزها بود، از اخلاق، از بزرگواری. حالا اونا که خیلی باهوشن چسبیدن به موضوع اقتصاد قضیه. بله اگر نفت میدم یک دلار رو نیم میگرفتیم، پلا میگرفتیم، اینجوری نمیشد اونجوری میشد. آقا اینجوری نمیشد اونجوری میشد که مغلطه متافیزیک. ما چه میدونیم چه جوری میشد؟ مگه شما چه جوری میشد نشده رو دیدید که میفرمایید یه جوری میشد اونجوری میشد؟ قضیه اون کار و اون کار بزرگ از این محاسبات اقتصادی اینا بسیار بزرگتره دوستان، و خطی نیست جز خط اون مرد. شما تصور نفرمایید بنده اینجا مصدقی هم اصلا چنین چیزی نیست، ولی هرچه نگاه میکنم در این توبره دست میاندازم میبینم یکی از اندیشه‌های او به دستم میاد. این چهار عکسی که پشت سر من هستن اینا نمودار شرافت، بزرگی، بزرگواری، اخلاق و ایرانیتن.
حکیم طوس، ستارخان، کسروی و ایشون. من درس کردم خدمت شما که خطرناک‌ترین چیز ایمان هست. ما پیرو به کسی نیستیم، بوتی هم نداریم، اما هر آینه ما که در کار با مردم هستیم و موضوع سیاست و اخلاق و کشور هست، ما باید یه نمودایی داشته باشیم. آقا نمیشه که نداشته باشیم، که یک نمادی. 3 سال دارم چند ماه ایشون دارم صدر اعظم مملکت ما بوده، شکنجه‌گر بوده. آقای سابقی مسابقه خیلی محترم شکنجه میکرد. یک سیلی دکتر صدیقی نواخته است به گوش زاهدی، از فرط کسر شأنش نشود نگفته. خب الحمدلله، و ما شکنجه شده زمان شما رو دیدیم که پشتشون داغ شده و اتو گذاشته بودن و باتوم زده بودن، ناخن کشیده بودن. ما اینا رو دیدیم. صورت زاهدی نه، زاهدی هم که ماشاءالله قلمی داره زاهدی. علم اگه میخواین برید خدمت آقای زاهدی. اوه میگوید که من که بردن چند تا کودتاچی رو گویا دستگیر کرده بودم. این دکتر صدیقی نواخ به گوش من، منم لگد پرانیدم به او، شکنجه‌گرم شد. پس از جرمای مرد یکیش هم شکنجه‌گر بوده، اصلا شخصا انبردست دست میگرفته ناخونا اینا رو میکشه. سخنان لاتائل نصیحتم فرمودن، من نصیحتشون خدمتتون میخونم. و آخر خیلی چیزا داره، بعد مدتی صرف کرد. بله، آخر میفرماید که شما جوانها بله خب، بعد اینجا سفارش کرده است که شما جوانها مملکت نجات بدهید. ها بفرمایید. به هر حال مسلم است که این وضع ادامه نخواهد یا وضع فعلی پایدار نیست و تغییر میکند. مسلما این تغییر داخلی است. امکان این هست مثلا قالیبافی چیچیبافی بیاید و کودتایی بشود، متزلزل بشه و به تدریج بیاید به سمت تعادل و سپس عادی شود، و ممکن است چند سال طول بکشد. آدم سیاسی نمیتواند به طور قطع بگوید که چنان چنین میشود. برکله، یه حرف عقلانی خوبی زد. ولی این را میتوانم به طور متقن بگویم که این وضع فعلی نمیتواند ادامه پیدا کند و تغییر خواهد کرد. خب اینم دیگه چشمسته قیب گفتن. خب هر وضعی حتما دچار تغییر میشه، هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست، جمله در تغییر و سیر سرمدی است. اما مولانا به ما گفت وضع فعلی در شأن ملت بزرگ ایران نیست. خب اگه این ملت بزرگ بود که تو سرش نباید زن ملت بزرگ، که ملت بزرگ نباید خفه کرد که طوری که شما میکردید و به این روز انداختین همه ما رو، فراری دادین از ایران. اما به جوانان این آب و خاک امیدوارم. شما نسل جوان وادرک و شعور و شناخت تاریخ سرزمین ایران حفظ میکنید. شما نسل جوان با درک و شعور و شناخت تاریخ سرزمین. خب این جوانای با درک و شعور اون زمان هم بودن، میخواستن مملکت حفظ کنن، که شما که نمیذاشتید. که حالا ما آخوندان نمیذارن، جانشینان شما در همین اداره صاحب ما، بسیار از همکارای شما، اصلا آقای ثابتی مقتدای خیلی از سابقیهای فعلی. من دوستی دارم که با اینا خیلی دوسته، میگه که بس اینشون لایق بود در کار همین امنیت و این حرفا. میگه خیلی هستن که ایدئالشون ثابتیه. خب اونا نمیذارن که این جوانان با شعور که درک از تاریخ دارن میخوام امریکا تغییر بدن. خب شما هم نمیذاشتید. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم برشاد. بذار بدیم موسیقی بشنویم، بریم با آقای عرسی صحبت کنیم چند دقیقه دیگه. با درود بر شما هموطنان گرامی، میخوام خدمتتون عرض کنم ما اینجا ذهن ما مذهبی نیست. یعنی بنده مذهبی به دنیا نگاه نمی‌کنم. اگر که به مذهب آدمی که مذهبی به دنیا نگاه میکنه، یک چیزی در کلش خراب شده. یهودی میبینه آه یهودی بایی، این که اصلا لادین اون فلان.
اینه که نه ما اینجا، من شخصا نه پسح اینجا تبریک میگم به کسی، نه قدیر خم به کسی تبریک میگم، نه راش روشانا به کسی تبریک میگم. آقا با هموطنان نگاه میکنیم و همه شون هم علاقه من هستیم، درود بر همه آدم های مذهبی، هر کسی هر کاری داشت خود بکنه، من اینجا مذهبی نیستم بشینم اینجا اینجور تبریک بگیم، میگم عید قدیر خم، روز عید اضحا، نمیدونم چی این کار ما نیست، اصلا کار من نیست، به قدر کافی داره میشه دیگه، آقا دست سر ما بردارید. حکایتی داریم بالا واسه حقوق انسانی هم اینجا چیز کنیم، اون درست نه که متظاهر باشیم به بعضی چیزا، نه کربلا ما تسلیت گفتیم تا حالا، نه میدونم از این چیزا رو ما اصلا حالیم نیست، ذهن من توی این خط کار نمیکنه، توی خطی دیگه کار میکنه. هموطنان منو میشناسن. خب آقای عرسی رو روی خط داریم. درود بر شما آقای عرسی گرامی. درود بر شما آقای مشیری عزیز. حالتون چطوره؟ خوبین؟ سپاسگزار شما هستم آقای مشیری. شما چطور هستی؟ خسته نباشید. شما آقای عرسی، من هر موقع با شما صحبت میکنم در باب یک مورد همیشه دارین میجوشید آقای عرسی. شرط کنم آقای مشیری. آقای عرسی، قبل از اینکه هر چیز دیگری رو بکنیم، یک خبر خیلی مهم از اون زن بزرگ برنده نوبل، 15 سال زندانی، که اونقدر پای دموکراسی در برمه ایستاد تا اینکه مردم اون رو پشتیبانی کردن و این دولت رو که فزون بر 50 سال ارتشی بوده و پوتینی بوده، سرانجام یک گام بسیار بزرگ انسان برداشت و واقعا باید تبریک و اینا رو باید تبریک گفت. چی فکر می‌کنی قربان؟ بله آقای مشیری عزیز، حقیقتاً این ماجرای هفته اخیری که در برمه اتفاق افتاد یا در میانمار، این بزرگی این ملت برمه، اینکه اینها با رهبری خانم آن سو چی که حقیقتاً یه زن بزرگی است، یعنی ده ها نوبل هم پاسخگوی بزرگی این زن نیست واقعا. حالا یه چیز میخوام بگم آقای عرسی، مرتب نزد بچه هایی که تحلیل سیاسی میکنن در این جنبش سبز و اینا که دوران رهبران کاریزماتیک گذشته، من فکر کنم هنوز نگذشته. بفرمایید، این همه کاریزمایی که این خانم داشت، این دولت رو به زانو در آورد. واقعا کاریزما داره این خانم. بفرمایید. بله ایشون، من از کنم که یک مسئله هم هست آقای مشیری عزیز، همیشه حرکت های بسیار با ارزش و حرکت هایی که عمیقا مردمی هستند و با ارزش های بزرگ دموکراتیک جلو میرنن، اینا رهبر های بزرگ هم تربیت میکنن. بله مشیری. دقیقا همین جوره. این خانم آن سو چی خودش اقرار میکنه که من در این حال که از عوامل به وجود آمدن این جنبش 25 سال. الو امیر، نه دستشون خورده، باز بگیرینشون رو، حتما دستشون خورده. بله ما باید این جریانات ببینیم. یکی از عیوب بزرگ این همه خبر که ما میشنویم، بمباران خبر، اینه که خبرها زود فراموش میشه. قدیم یه خبری میشنیدیم، خبر دیگری نمیاد، راجبش فکر میکردیم، تحلیل میکردیم، نتیجه. الان بمباران خبریم، مهمترین خبر 5 دقیقه بعد ما فراموش میکنیم، از بس این اخبار مسلسلوار با این تشکیلات. الو قطع دو هستن نه؟ عرسی جان بفرما، قطع شدید عزیزم. بله من دیگه نمیدونم علتش چی بود آقای مشیری. به هر حال جناب مشیری، این چیزی که مسلمه، ملت ایران بایستی، مبارزین سیاسی ملت ایران، همه ما بایستی از حرکتی که در برمه انجام گرفت دست بگیریم و مبارزه اونها در هر حال یه الگویی سرای تمامیت بشریت مترقی که این گونه ایستادن رو اصول خودشون، یعنی موضوع مبارزه مسالمت آمیز رو و نافرمانی مدنی رو آقای مشیری با قدرت ما کردن. مبارزه مسالمت آمیز، مبارزه مدنی، نافرمانی مدنی وسیله ای نشد برای اینکه اینا
ضعف از خودشون نشون بدن و وسیله‌ای برای تسلیم طلبی نشد، بلکه قاطع در مواضع خودشون روی اصول خودشون ایستادند و 25 سال الان دارن مبارزه میکنن، زندان رو به جان خریدن، تبعید رو به جان خریدن، تمام جنایاتی که جمهوری اسلامی انجام میده اونجا همین دولت نظامی مذهبی برمه داده بود تمام این کارها رو. ولی در هر حال مردم پیروز شدند و اون این که همیشه خطر این استش که باز نظامی ها کودتایی انجام بدن، کاری انجام بدن که باز این روند حرکت دموکراتیک احیانا متوقف بشه، اما به هر حال این که در این دوره پذیرفتن که زندانی ها رو آزاد کنن، مسئولات رو آزاد کنن و به یک انتخابات در اشهر بین المللی با ارزش های بین المللی تم بدن، این یه پیروزی بزرگی برای جنبش دموکراتیک در برمه و در سراسر جهانه. بله. مردم ما هم در هر حال ما باید بدانیم به رغم اینکه ایران در حال ویژگی های خودشو داره، ولی بالاخره ما هم در مریخ نیستیم، ما در مشترک زندگی نمی کنیم، ما هم در همین کره زمین هستیم و از قواعد و قوانین حاکم بر تعاملات اجتماعی در سراسر جهان ما هم مشمول اون قوانین هستیم و به همین جهت باید از همه اینها درس گرفت، درس پایداری، درس اخلاق، درس شجاعت. و آقای مشیری عزیز، کتابایی که این خانم نوشته، کتابهایی که این خانم نوشته جالب استش که اگر دوستان خونده باشن میدانن که جناب مشیری تمام تأکید ایشون این استش که این خانم آنسوچی که ما نمیتوانیم بدون یک اخلاق بالا نظم دموکراتیک به وجود بیاریم. بله کاملا درسته، کاملا درست. بدون این قضیه است و سخن بسیار معروفی هم که داره این هستش که میگه که از زندانهای حکومتهای دیکتاتوری میشه رهایی پیدا کرد، ولی مهم این هستش که ما از زندان درون بتونیم آزاد بشیم. کار سختی است که اگر اونو انجام بدیم قادر خواهیم بود که به آزادی ملتهای خودمون هم کمک بکنیم. بله این اتفاق خاصه اهمیت داره چون در مشرق داره اتفاق میفته که حکومت‌های مشرقی بعض اوقات متظاهر به دموکراسی هستن، غیر از هندوستان که حقیقتاً دموکراسی در اونجا هست و ژاپن. بقیت و جش میدانید که یک کاریکاتوری بودن مثل پاکستان و اینها، خیلی مهم بوده این در آسیا. آقای عرسی این اتفاق افتاده، بسیار بسیار اهمیت داره آقای مشیری. بعد میدونید که اونجا کانون جنگ های قومی هست، طوایف کچین که در شمال هستن نزدیک مرز چین به دنبال تجزیه طلبی هم مبارزه مسلحانه می کنند، بعد مرکز بزرگ صدور هروئین و مواد مخدر نظامیانی که اونجا بر سر کارن اساسا مذهبی هستن با استفاده حتی ستاره پرست توشون وجود داره. سالها پیش اگر خاطرتون باشه مثلا رهبر قبلیشون که چون پیر شده بود کنار رفت، بعد ایشون آمدن، این آقای کنشین آمدن الان به قدرت رسیدن، از ستاره شناسا کمک گرفته بود، اونا بهشون گفته بودن که خطراتی پایتخت برمه رو تهدید میکنه، یعنی رانگون رو، و ستاره ها به ما میگن که باید پایتخت عوض کنیم، تصمیم داشت پایتخت عوض بکنه. بعد آمده من بهشون گفته بودن آقا این نزدیک چیزی نزدیک 70 میلیارد دلار خرج داره ما برای اینکه پایتخت رو عوض بکنیم. یک چنین عناصر عقب مانده بود، ارتجاعی بر سر کار بودن، ولی خب جای شادی داره که جنبش دموکراسی اونجا با پایداری کادرهای واقعا خردمند و به ویژه با رهبری این خانم آنسوچی تونسته بالاخره به این مرحله بیاد برسونه و این امید میده، واقعا امید میده به تمام مردم دنیا. و ما نمیتونیم واقعا خوشحال و امیدوار نباشیم با شنیدن این قضایا. یقینا برای کشور ما هم این چنین قضایایی میتونه اتفاق بیفته. یعنی لطفاً عکس خانم رو نشون بدین که هموطنان ببینن این زن بزرگ رو در تاریخ مملکت ما. عرض کنم که با توجه به وضعیتی که بوده هرگز زنان نتوانستن اونطور که باید استعدادهای خود رو بروز بدن. خیلی ممنون امیر جان. آقای عرسی میخوام خدمت شما یک مطلب مهم مطرح کنم و این خصومت و دشمنی و کینورزی استبداد سابق و استبداد امروز با ملیون هست، با عنصر ملت هست، با فرهنگ ملی هست. من دلم میخواد شما یک تحلیلی به دست بدهید ریشه های این داستان چه وحشتی دارن از این کلمه ملت، هم خمینی
هم استبدادهای گذشته در این کشور، اما مثل اینکه کارشان به جایی نمیرسد، توفیق نمییابند. آقای عرصی یقینا اینجوره جناب مشیری، شما خودتون شاهد بودید در دوران حکومت محمدرضا شاهی بعد از کودتای 28 مرداد آقای مشیری 25 سال تمام اون دستگاه کارش فوش دادن مصدق بود، هر سال 28 مرداد خاطرتون هستش که جشن میگرفتن به نام جشن قیام ملی و کارشون بود تو اون کردن به مصدق و به ملیون و تمام اون داستانهایی که همه ما اون خبر داریم اینها. ولی خب ما دیدیم آقای مشیری از این وقتی که رژیم سلطنتی سرنگون شد، همون چند هفته اول که اون مراسم بزرگداشت مصدق رو گذاشتن، به رغم اینکه خمینی سخت دشمن مصدق بود، چیزی نزدیک 1,400,000 نفر جناب مشیری حرکت کردن و رفتند و برای اینکه در احمد آباد حاضر بشن برای بزرگداشت دکتر مصدق. تازه انبوه جمعیت کماکان روان بود ولی امکان پذیر نشد. شما ببینید مردم از کجا فهمیده بودن چه این قضیه رو؟ بله خیلی عجیبه، خیلی عجیبه بود که نام ایشون هیچا نبود، همه جا به زشتی ازش نام میبردن، یعنی منظورم حکومت. بله مطبوعات مزدور، رادیو تلویزیون، کار اینا تمجید از دیکتاتوری شاه بود و فحش و توهین بود مصدق به عنوان خائن، به عنوان میدم عامل انگلیس، عامل چین با و زمینم همون چیزایی که همه ما شاهدیم، همون مزخرفاتی که علی دکتر مصدق و نیروهای ملی میگفتن. ولی خب به مجرد اینکه رژیم گذشته صعود کرد، مردم در شمار میلیونی رفتن برای بزرگداشت دکتر مصدق. بله خب قبل اونم زمان رضا شاه هم، خود شما باز بهتر از من میدونید، سال 1305 محمد رضا شاه با اون قلدربازیاش به مشروطیت پایان داد، نقطه پایان گذاشت به مجلس و غیر و غیره و اون شخصیت های بزرگ ملی مملکت رو شروع کرد به سرکوب کردن، از جمله دکتر مصدق. خب نه رادیویی بود، نه تلویزیونی بود، نه مطبوعاتی بود، با زیر اون دیکتاتوری وحشتناکی که رضا شاه به وجود آورده بود. وحشتناک بابا. شد زخ شهریه رو که پیش آمدیشون سرود کردن و تصرف کردن، مجلسش آلا که تمام شد آمدن انتخابات بکنن. خب شما میدونید دکتر مصدق آمد و بالاترین رأی در تهران آورد و رفت مجلس و خب بسیاری از یارانش گفتن در خاطرات نوشتن که دکتر گریه کرده بود و مردم و خب تعجب کرده بود، گفتند آقا جان 15 سال مثلا نامی از ما نبود و ما کار خاصی در این مردم نکرده بودیم، اما توده مردم به یادشون مونده بود سخنرانی دکتر مصدق رو در مجلس پنجم و مجلس ششم خطاب به رضا شاه که بابا جان شما آمدید هم شاه هم فرمانده ارتش هم نخست وزیر، آقا این در زنگبار که این چیزی وجود نداره و چرا اومد انقلاب مشروطیت کردید؟ بله حقوق از آن ملت است. مردم یاد این سخنرانی های دکتر مصدق رو در اون مجلس داشتن بینا، به همین جهت توده مردم آمدند از کنم که رأی دادن به ایشون، بالاترین رأی تاریخ انتخابات ایران رو به دست آورد. مردم ایران یه فرهنگ شفاهی دارن، از اون طریق تمام حقایق رو به هم منتقل میکنن. دیکتاتورها جناب مشیری اشتباه میکنن، فکر میکنن که از طریق با رسانه سالاری، با چاپ تلویزیون و رادیو و مطبوعات و با بستن دهن مردم اینا قادر خواهند بود حق و ناحق جلوه بدن و ناحق و حق. مردم این آگاهی رو دارن، این شعور رو دارن، این توانایی رو دارن و درود به ملت ایران که دوست و دشمن خودش رو میشناسه. بله حکومت بله جمهوری اسلامی هم که بر سر کار آمد جناب مشیری، این افرادی که بر سر کار آمدن یعنی خمینی و تمام دار و دسته او، به استثنای نهضت آزادی که خوب یه ریشه مصدقی هم داشت و خود رو قضیه هم قاطع ایستاده بود، عقب ننشستن بالاخره رو حرفایی در ارتباط با دکتر مصدق میزدن، خمینی و افراد دیگه دشمنان جدی مصدق بودن. و ما فراموش نمیکنیم که جناب مشیری تمام جنبش های ملی ما با وحدت دربار
و ملاها در هم شکسته شده. مشروطیت رو اینا شکستن. دونم که جنبش ملی رو باز اون کودتایی صورت گرفت، بالاخره همکاری شاه بود، کاشانی بود، از کنم که با اوباش بالاخره اومدن و قدرت از دست نیروهای ملی به در آوردن. و این نیروی روحانیت ارتجاعی که در کودتای 28 مرداد یا مثل کاشانی و فلسفی و امثال او کودتا رو تایید کرده بود، یا در هر حال اینها به گونه سکوت کرده بودن و به شکلی تایید کرده، مثلا بروجردی یا اصلا بروجردی که بزرگ روحانیت بود و مرحله مرجعیت مطلق رسیده بود. خودتان باز بهتر می‌دونید وقتی که کودتا شد یک کلمه تا علیه کودتا حرف نزد، بلکه بازگشت شاه و بعد از این کودتا کرد تبریک گفت، خوش آمد گفت بهشون. بله بله. دو تا نقل قول به یاد من آمد. یکی علم نقل می‌کند، امروز رفتم خدمت اعلی حضرت، ایشون فرمودن این مصدق پدر سوخته دنبال جان منم بود. و خمینی یک جا گفته، دو جا گفته است به این استخوان ها نمکه نکنید، تکه نکنید. یه بارم گفته است میخواست به اسلام سیلی بزن، از اسلام هم به او سیلی زد، یعنی به دکتر مصدق. خیلی عجیبه واقعا. و آقای مشیر رسمن گفت اون مرد مرتد بود، گفت اون مرد مرتد بود. در 25 خرداد سال 1360 که جبهه ملی و ما هم مقراتش فعال بودیم بی اندازه اینا بر سر دایه قصاص که سنجابی اینام اطلاعیه دادن و قرار شد یه تظاهرات بزرگی علیه الهی قصاص صورت بگیر که جبهه ملی هم آمد و دو سه تا سازمان اینا همه و هم دست به دست بازش فعالیت میکردیم برای اون تظاهرات بزرگ. خمینی آمد اون روز 25 خرداد سال 1360. بله. من گفت که جبهه ملی مرتد است و مصدق رو هم نامسلمان اعلام کرد. بله. رسمن گفتش که این آدم، من گفت خود کاشانی گفتن این کارهایی که مصدق علیه اسلام میکنه یعنی سیلی میخوره و سیلی خورد. بله همین عرض من همین بود. اون بله کودتای 28 مرداد رو که علیه مصدق صورت گرفته بود سیلی میدونست که از طرف خداوند، از طرف خداوند، از طرف اسلام. بله زده شده بر مصدق. بله ایشون این برداشت رو انجام داد. در حال خبر داد اینستش که سابقه دشمنی اینها با مصدق روشنه و وقتی هم که به قدرت رسیدن خط خود خمینی بعدا حزب جمهوری اسلامی آیت و امثال اینها و اینا گذاشتن تمام کارشونو از بعد به پیدایش جمهوری اسلامی و روی کار آمدن این نظام تمام کارشونو مشهدی گذاشتن به حمله به مصدق، خط ملی گرایی و خط ملی گرایی به عنوان لیبرالیسم، عنوانی که پایگاه امپریالیسم آمریکاست، پایگاه غربه، پایگاه ارتجاع، شروع کردن کوبیدن. در طی این 33 سال هم جناب مشیری مهمترین کاری که جمهوری اسلامی انجام داده دعوا با خط ملت گرایی، دعوا با خط ملی گرایی بوده تحت نام لیبرالیسم، تحت نام نمیدونم سازشکاری با امپریالیسم آمدن این خط کوبیدن، ولی به هیچ وقت موفق نشدن جناب مشیری. هر قدر اینها بیشتر به مصدق، بیشتر به ملیگرایی و بیشتر به خود مصدق که نماد ملیگرایی ایرانه و تمام ارزش‌های ملی ایران رو مطرح میکنه، ما استقلال خواهی در وجود مصدق میدونیم، امنیت در وجود مصدق میدانیم، دموکراسی خواهی در وجود مصدق میدانیم، آزادی در وجود مصدق میدانیم، پیشرفت در وجود مصدق میدانیم، فرهنگ ملی برم که غرور ملی، تمام این چیزها رو ما در جنبش ملی ایران و در رهبر جنبش ملی ایران که دکتر محمد مصدق بوده ایشون رو نماد این ارزش های بزرگ ملت ایران میدانیم. خب طبیعی هستش که جناب مشیری وقتی که اینها به مصدق حمله میکنن هدفشون حمله به ارزش هایی است که در میان ملت هستش. بله در واقع دشمنی با ملت در واقع. بله بفرمایید. با دکتر مصدق و نیروهای ملی دشمنی هستش با ملت دارن. اینا میخوان بر گرده ملت سوار شن، بر دوش ملت سوار بشن. برای اینکه بتونن بر دوش ملت سوار بشن این مردم رو باید از اعتقاد به آزادی، اعتقاد به دموکراسی باید از این قضایا دور بکنن، به چیزهای دیگه معتقد بکنن، به سلطنت محمد رضا شاهی، به دیکتاتوری سلطنتی و به دیکتاتوری
فقاهت مردم رو باید معتقد بکنن اینا. لذا برای اینکه از کنم این مردم رو از در ایدئولوژیک منکوب بکنن و این مردم رو به مرید خودشون به نوکر خودشون از کنم تبدیل بکنن، لازمش این هستش که اون نماد ملی‌گرایی، اون نماد و سمبل اعتقادات ملی رو جناب مشیری بکوبن. در حقیقت تیشه به ریشه خودشون زدن، همیشه برعکس عمل کرده آقای عرصی. بله عرض کردم در حقیقت یک تیشه به ریشه خوده و همیشه برعکس عمل کرده این داستان، نتیجه به دست اینها نداده هیچ موقع. بله بیا آقای مشیری ببینید، اون شاه اونجوری شد، اینا هم که این اعمال انجام دادن به این روز و روزگار افتادن. ببینید من یک نکته خیلی ساده جناب مشیری، ببینید تمام تاریخ این 50 سال اخیر ایران، تمام کسانی که با دکتر مصدق به عنوان رهبر ملت ایران و رهبر ملی‌گرایی در افتادن، به یک گونه بر افتادن جناب مشکی. خود محمد رضا شاه. آقای عرصی یه چیزی بگم، یه شب شما یه جای گفته بودید که کسی ندیدم که با این مرد دشمنی کنه و خوشبخت از دنیا بره. همین جوری من ندیدم، من یه آدم عاقل ندیدم که دشمن دکتر مصدق باشه مشیری. بنده یه آدم عاقل ندیدم که دشمن دکتر مصدق باشه. تمام افرادی که به گونه با مصدق دشمنی میکنن، با ملی گرای دشمنی میکنن، اینا یا عناصر خلوچلن، نه عناصر فاسدن. واقعا بسیار بسیار کم اتفاق میفته که یک نفر عاقلی باشه به دلیل داره اشتباه بکنه. اینا اشتباه میکنه یه ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال، آدم که نمیتونه 80 سال آدم عاقل باشه باید اشتباه هم بکنه. حالا یه موضوع به این گندگی از خودم که این محمد برشاب به اون روز افتادای مشیری، از خودم کاشانی بالاخره یه روحانی بود، دشمنیش با مصدق اون رو به اون روز و روزگار انداخت. من اون شدم وقتی که مرد احدی عوض میخوام توف در قبرش هم نکرد، برای خاطر اینکه معتقد بودن این فرد لباس روحانیت استفاده کرده و بر علیه رهبر ملی مملکت عمل کرده. فلسفی بود، اونجوری بی آبرو شد، بر سر یه واعظ بزرگی بود، معروف‌ترین واعظ شیعه بود، بزرگترین واعظ تاریخ تشیع، ولی بی آبرو شد، به نماد فساد و دروغگویی و تباهیگری معروف شد. اینا از کنم که حسین مکی، سرباز وطن، با چه بیابروی از این دنیا رفت واقعا. بله مکی و امثال او، خب این همه کار کردن برای این، بله خیلی زحمت کشید، همه مصدق پیش مردم بیابرو شدن. جناب مشیری شخصیت سیاست مدار بزرگی مثل قوام السلطنه که خدمتکار بزرگی بود برای بله. ایران سیاست مدار بزرگی بود، ولی یک جا از خودش یه ضعفی نشان داد. بله. اشتباهی کرد. بله. حکومت رو به دست گرفت اینا. بله. اون پوست خربوزه بود که شاه انداخت جلو پاش و ایشون هم متوجه نشد و اینا دوچار غرور شد، درگیر شد به گونه با دکتر مصدق، بدنام و بیآبرو شد میان ملت ایران. بله. هر کسی با ایشون در افتاده بر افتاده. و خمینی هم باور کنید آقای مشیری، بنده میلیمتری تو این جنبش بودم و تو این قضایا بودم و اخصان اوائل انقلاب. خمینی سال 1360 که حملاتش رو شروع کرد به دکتر مصدق، بی آبروی ایشون هم از همینجا شروع شد. بله. برای اینکه دکتر مصدق و نیروهای ملی جناب مشیری یک معیاری هم در دست مردم. بله. بر پایه اون معیار اینها از رو همه چی قضاوت میکنن، دست خوانده دست ناخوانده. نام دکتر مصدق، ارزش‌هایی که اون نمایندگی می‌کرد برای مردم بالاترین چیزه و معیاری است که دوست و دشمن از اون طریق تشخیص میدن. حالا هر کسی خیال می‌کنه با حمله به دکتر مصدق یه آبروی به دست میاره، بعد اینو بدونه بی آبرو و بی حیثیت خواهد شد، برای اینکه مردم ما به بلوغ فکری رسیدند، به بلوغ سیاسی، به بلوغ فکری رسیدند. دشمنی با دکتر مصدق رو فوری میتونم بفهمن که این از کجا آب میخوره. بله. بله، یا منشأ شیخه، یا منشأ شاهه، یا از خودم که در حال از طرف قدرت خارجی داره حمایت میشه، یه چنین عملی دارن انجام میدن. دقیقا همینجوره. و یه چیز نکته تاریخی خدمت شما بگم که حتما میدونید که تمام این جنبش های اجتماعی بعد از عرب، هر آینه
یک سبقه ای از مذهب داشته، حتی ابو مسلم خراسانی، بابک خرمدین، یعقوب البته به شمشیرش تکیه داشت، حتی در مشروطه میدونید که به هر صورت اینا تنها جنبشی که زیر سیطره مذهب و به خاطر دین نبوده، به خاطر منافع ملی بوده و زیر نام منافع ملی مردم به خیابان آمدند، همین جنبش ملی صنعت نفت است. من بیش از این نمیشناسم چیزی آقای عرض. بله واقعا به همین شکله. و جالبه که جناب مشیری، این جنبش اولین جنبش هستش که مذهب رو هم به دنبال خودش کشید. بله. یعنی به دنبال مذهب نرفت. بله بله، درود بر شما، همینجوره. یعنی مذهب رو هم به دنبال خودش کشید و تمام المانهای تشکیل دهنده ملت رو در خدمت گرفت و جنبش ملی شدن نفت در زمان جناب مشیری یک امر بسیار مهم نیست. این نکته نباید فراموش بشه که جنبش ملی شدن نفت نه تنها حرکتی بود برای کسب استقلال ملی و بیرون کردن اجنبی از این مملکت و برانداختن نفوذ استعمار انگلیس، بلکه اون جنبش ملی شدن نفت در این حال تداوم ملت سازی در ایران بود. بله 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 بله، جنبش ملی دوباره بیش از پیش آجرهای ملت سازی رو هم گذاشتیم و ساختمان ملت گرایی در ایران به گونه‌ای به نقطه اوج خودش رسید. بله درسته آقای عرصی، کاملا همینجوره. طوایف ایران، اقوام ایرانی، ادیان ایرانی، همه اینها رو کوشش کردن به یک ملت تبدیل کنن. به همین جهت جناب مشیری ما فراموش نکنیم که دکتر مصدق شخصیتی است که در زمانی که آزادی کامل تو این مملکت بود، آذربایجان، کردستان، جنوب، شمال، شرق، غرب، تمام اقوام ایرانی، تمام کسانی که یه ادعای به غلط را به عنوان ملیت‌های ایرانی به کار می‌دارن، حالا من با واژه‌اش کار ندارم، ولی همه اینها خودشونو بخشی از حرکت ملی می‌دونستن. بله. که مصدق در اون رهبری می‌کنه. به همین دلیل ما می‌تونیم بگیم که در دیجوش جنبش ملی برای ملی کردن نفت، ملت ایران دوباره خودشو ساخت، به ملت تبدیل کرد و به همین دلیل این مردم با اون سازندگی که در اون دوره شده به یک قوه شکست ناپذیر تبدیل شدن و ابزاری دستشون اومده که جناب مشیری در مورد هر چیزی میتونن به راحتی قضاوت بکنن، برای اینکه اون نمونه ای داده دکتر مصدق، اون جنبش ملی شدن نفت، که با اون نمونه و با اون مسیره میتونن معیاری داشته باشن که در مورد هر چیزی قضاوت کنن و دوست و دشمنشون رو بشناسن. درسته آقای عرصی. ببینید در این چند سال گذشته اولین چیزی که در خارج کشور چیز شد، اینا همه وابسته به استبداد سابق بودن. یکی جلال متین، یه مرد 70 ساله محترم که در عمرش هیچ گونه تألیفی هم نداشته و واقعا همیشه مدیریت میکرده، ناگهان یک کتاب درآوردن علیه ایشون، که البته پیش از این کتاب رو بنویسن آقای متینی در مباحث خصوصیشون در کتابخانه ها اینجا و اونجا حملات در واقع پی در پی داشت و اینا رو داشت. بعدش این آقای میرفتروس بود، بعد یه آقای دیگه که اسمش من یادم رفت که میگوید که این مصدق من تحقیق کردم حرامزاده است، حالا جدیداً شکنجه‌گرم شده و فراماسون هم بوده و نوکر انگلستان هم بوده، اینا هم مرتب از راه میرسه و از میشود که یکی بعد از دیگری، اما مردم کار خودشون رو میکنن، گمراه نمیشن به این سخنان. بله این الان این کار اخیری که جناب مشیری انجام گرفته، این با این پرز ثابتی رفته، یه آقایی که چند محقق گذاشتن رفته مصاحبه کرده بود و اونجا من شنیدم که تمام بد و بیرا به دکتر مصدقه، به نیروهای ملیس، به مبارزین کنونی ایرانه و در مصاحبه هم که این آقای نویسنده این کتاب ثابتی آمده در مصاحبه‌ای که انجام داده، در اونجا باز به مصدق به نیروهای ملی شروع کرده توهین کردن و همون حرف‌های بی‌پایه، همون دعوه‌هایی که در تمام 25 سال حکومت کودتای محمد رضا شاه و 3 سال حکومت جمهوری اسلامی گفته شده علیه مصدق، همون حرفا رو اومده تکرار کرده. اینا جالبه جناب مشیری، همین الان یعنی یه چیز جالبی برای شما میگم که زمانی که این آقا آمده و با ثابتی مصاحبه کرد در حدود 2 ماه قبل و
دکتر مصدق رو به عنوان شکنجه‌گر معرفی کرد، همزمان با ایشون این کاری که اینا کردن در تهران روزنامه کیهان، ارگان نظام فاشیستی فقاهتی، یه بحث رو باز کرده تحت عنوان پاورقی. بله. در این پاورقی مدت دو ماه هست که دکتر مصدق، نیروهای ملی، روشنفکران، سران جنبش سبز، نمیدونم سروس و تمام نیروهای لایک و سکولاری که در داخل و خارج ایران به وجود آمده، اینها زیر ضربه و حملات روزمره نشریه کیهان تحت عنوان پاورقی. نویسندگان مقاله هم حسین شریعت مداری، نمیدونم بله حسین شریعت مداری، صفار هرندی، سربازجوهای شکنجگاه فقاهتی، اینها آمدند و شروع کردن توهین به مصدق، توهین به بازرگان، توهین به سرود، توهین به ملی، توهین به نیروهای چپ، توهین به مجاهدین، توهین به تمام این قضایا رو شروع کردن مطرح کردن. و همین حرفایی که اونجا داره در پاورقی تهران داره مطرح میشه، در خارج هم یه عده اومدن همون ساز رو اومدن دارن میزنن، و به خصوص با این کاری که این ثابتی رو آوردن، این کتاب رو نوشتن و این مصاحبه هایی که با نویسنده این کتاب داره انجام میگیره، همون حرفا، همون خطا رو که در نشریه کیهان تون پاورقی می نویسه، همون بحثا رو دارن اینجا انجام میدن. و متاسفانه بعضی از این رادیو تلویزیون ها هم اومدن وسط، این آقایی رو که اسمش هم راستش واقعا دوستابی نمیدانم، اون اینا که همین با ثابتی مصاحبه کرده، این آقا رو آوردن و همون حرفا رو داره تکرار میکنن، اون حرفایی که در تهران تو پاورقی کیهان نوشته میشه، این آقا هم داره اینجا تکرار میکنه. خب من فکر میکنم که این کار دنباله همون کار هویت و کار چراغ و ایناست که لاریجانی و باندهای نظیر او در جمهوری اسلامی علیه روشنفکران، علیه مصدق، علیه نیروهای ملی مطرح کرده، الان داره به این شکل در خارج هم داره مطرح میشه. اما مطرح کننده این قضیه، این آقا عامل نمیدونم جمهوری اسلامی هست، مستقیم هست، نیست، بنده نمیدونم، کارت شناسایی هیچ کسو بنده ندیدم اینا، ولی اینو میدونم که خط زدیت با مصدق، زدیت با روشنفکران، زدیت با نیروهای ملی، زدیت با سران جنبش سبز، اون خط که خط جمهوری اسلامی آمده از ساواک رئیس شکنجه‌گاه سلطنتی یعنی آقای ثابتی استفاده داره میکنه برای توهین کردن به مصدق، برای توهین کردن به نیروهای ملی. آقای عرصی خیلی ممنونم، وقت ما تمام شد، این بحث رو پی خواهیم گرفت. آقای عرصی گرامی بسیار بسیار از شما سپاسگزارم، تا هفته آینده. خواهش میکنم، منم سپاسگزارم. درود بر شما، خداحافظ. هموطنان گرامی، وقت ما در اینجا به پایان رسید، با سپاس از شما که توجه فرمودید، و امیر جوان در اتاق فرمان و همزبانان گرامی در هر جایی هستن برنامه رو ببینیم تا بحث مقالطات در روز دوشنبه. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.